عرض می دارد و همچنان چیزی باز که کلمه بزرگ و همچنان یک کلمه پرمعنا و پرمحتوا کلمه بنام پدر را که امروز روز جهانی پدر هستند و محضر درب پدران عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارد و همچنان چیزی باز که بید در قبال بعدی ما هم راز و نیاز با هم داشته باشیم و در قبال از اینها ما بید دنبال حقیقتهایی که آیا ما واقعا پدرهای خود دوست داریم یا ندارم. ببینیم وقتی ما بید در جامعه خود و در جامعه وارد خانواده و هم خانواده ما چیگونه هست؟ خانواده باثبات و خانواده بی‌ثبات داریم. خانواده باثبات و خانواده گفتم شاید که در آنجا پدر هستند و همه پیروی از اونها هستند و به حرفای از اونها گوش میدن. خانواده بی‌ثبات و خانواده گفتم میشود که در آنجا پدر هستند مثل همین که مثلا از لحاظ کاتالیست یا به عنوان ظاهر در آنجا وجود دارد و هیچ کسی به حرفای از اونها گوش نمیده. ببین چه در بین ما شما تعداد از افراد وجود داشته باشند فقط به عنوان پدر یا به عنوان روز پدر یا که امروز روز پدر هستن فقط در همان صفحات مجازی چند تا استوری و مثلا پست اینا میکنن و دیگه خبری ندارد که پدرش چه احساسی دارد امروز و چه ذاتی میکشند. یعنی این گونه است که ما با واقعیت های از اینها بیم پی ببریم پدر ما آیا با همان استوری یا با همان پست که ما میکنیم در صفحات مجازی و اجتماعی به اینها نیاز دارن و یا نه با اینکه فردا روز که از سر کار میاد ما با دست دور کار میکنیم. ببین پدر به هیچ چیزی نیاز ندارد. پدری که شبانه روزی کوشش میکند که در و پیا پن و پیا بیست و پیا صد روپه کسب کند بیل بعد سر خانواده خود مصرف کند تا خانواده ایشان گرسنه و اولادشان مثلا از دیگران و همچنان امثال سندسالشان پس نماند. آیا این بچه نیاز دارد؟ آیا مثلا فقط به روز پدر نیاز دارد که روز پدر هستن؟ یا نه؟ در قبال از با دیگر چیز هم نیاز دارد ما در جامعه باید چیگونه باشیم و پدر خود را چیگونه باید احترام داشته باشیم. وقتی ما بیم در قبال کلمه پدر یعنی پدر به این آسانی ترجمه نمیشه یا خلاصه نمیشه باشه. ما باید پدر بعضشان از این حرفا بزرگتر هستن و از این تدلیل ها بزرگتر هستن. یعنی واقعا ما بیم باید با پدر خود طور رفتار پدر ما از ما رضایت داشته باشه و نه اینکه فقط ما در صفات مجازی و مثلا فقط لفظی بگیم پدر. یعنی پدر چنینی نیستن. امروز شاید در بین ما و شما و امثال ها دوستا و اقارب هستند که پدر ندارد پدر خود را از دست داده پدرش رفته بنا به مریضه و یا مثلا با همه وضعیت نابسامانی که هستن و مثلا اطلاعی با اینجار اینا آیا همین صفات مجازه که ما هر دقیقه میره مثلا استوری میمانه یا مثلا پست میکنم و امثال اینها آیا آنها عشق در چشمش جاری نمیشه برد؟ ببین وقتی ما بیاییم در کلمه لفظ بنام پدر یا جمله بنام پدر یا کلمه بنام پدر پدر بودن را شما فهم میدارید که خود دار پدر شد غیر از اون نمیفهمید. پدر بودن را خودتان میفهمید که اون را میرید مثلا در جای از راه قرار میگیرید و چندین نفر انتظار دارد که شما برایشون یک لقمنان تهیه کنید. این روز اگر پدر با شما از سر کار یا مثلا از جوی بیرون میاد اگر بگید یک لیوان چای برای ما بیار اوف میکشید از رای شما اوف خدای من حتی خانم بایی کسی میگم نه وقتی یک پدر میره مثلا با آبله های دست خود با سردی گرمی هوا میره میجم که یک لقمنان به دست میارن آیا اون چقدر انتظار شما باید داشته باشه و در قبال است که شما در خانواده‌ای که زندگی می‌کنید مثلا یک خواهر کوچیک از خود دارید یا برادر کوچیک دارید چقدر فقط از برادر خود شما انتظار دارید باید انتظار شما را برآورده یک برادر کوچیک دارید که شما کار در سرش رو واگذار کنید که انجام ندهید شما اون موقع می‌گید که اعصابتان از بشه خراب شد چند تا خفاق هم بزنید کارشون که توی این قدر شدید
گفت حرفا رو گوش نمیده کلان افتادگانه ببین یک پدر دنیای ما را از کوچکی میرسان در سن بلوغ و مثلان کلان و همسال اینها ما را در یک رهبر واقعی تبدیل میکنند اون موقع او انتظار ندارد از ما یعنی این هستن که از ما نمیگم که تو بد هست که خوب هست یه هستن که ما به واقعیت باید احترام پدر و مادر خود را داشته باشیم و امثال اینها در جامعه که ما زندگی میکنیم جامعه هستن که درجه تقسیم کار وجود داره در تقسیم کار باید ما در سنده با حتی توان خود که رسیدیم باید دو بارها و مسئولیت های پدر خود کمتر به حد اندازه بودیم یعنی این گناه هستن که ما باید از پدر خود استقبال کنیم وقتی پدر ما از بیرون میاد یا از سر کار میاد یا از وظیفه میاد باید همان لیوانچای مرد رو دستشان رو بگذیم کل خستگی هاشون به همان یک دست بوسیدن خلاصه میشه هر قدر که خسته باشد اگر پدر از دروازه درآید که خوش پیش نفت دونگی شد سروش شد اون موقع پدر اگر خسته نبودم خسته میشه به امثال اینها مادر هست در قبالش مادری که ما را از کوچکی بزرگ میکند لقمه نان خود را زمان خود میگیرد و به ما میدهد تا ما گریه نکنیم آیا حق ندارد سر ما و ما از ما روزی کلان میشویم باید آنها را در آغوش بگیریم باید دست بزشان باشیم دیگه شما کافی است همین اندازه شما بنشینید ما هستیم و ما مسئولیت داریم که بعد از اینها بار دوش شما را ما بکشیم دیگر کافی است اینجا هست که پدر میگه آه زحمت های ما هدر نرد مادر میگه آه این بیخوابی های ما و همچون این امثال اصفتی های که ما کشیدیم هدر نرد اون موقع خدای خود دعا میکنه آه پسر ما را عمر طولانی بده ثروت بده دارایی بده و امثال اینا نشد که بگوید آه پدر بگوید آه حیف اینقدر زحمات اتفاق کشیده برای از اونها حیف اینقدر مثلا بیخوابی های مادر بگویید که ما بیخواب شدیم و اینا رو تحمل کردیم و امثال این خواهد یعنی این هستن که ما در جامعه خود از لحاظ مثلا صفات مجازی و مثلا ظاهری نباید بگه ما دوست داریم از لحاظ واقعی کسایی که مادر خود دوست داره امروز میره مثلا در آغوش میگیرن پدر خود دوست داره امروز میره در آغوش میگیرن و دستشان رو میبوسن که پدر روز مبارک واقعا ما رو شما کلان کرده و نان و آب برای ما تهیه کرده و ما رو در چنین حال و روزگاری رسانده ما رو رشد دادید و ما جوانه داده و ما زندگی بخشید اونو که پدرگان دلشان بزرگ میشه و دیگه تا درست بزن. در غیر از این صورت شاید پدرهای اکثر ما و شما فیسبوک نداشته باشن که شما که روز مبارک اکثر مادرهای مثلا در روز مادر هم همیگونه هست اصلا زن نداده با مادر خود که آه مادر روز مبارک ولی صفحات مجازی استوری فیسبوک میسنجر واتساپ انواع اینها پر است که مادر روز مبارک مادر روز مبارک هم سال این گونه نیستن ما مطمئنم اکثر پدر و مادر ما و شما امروز که در جامعه زندگی میکنه شد یک گوشی هم نداشته باشه یک گوشی اگر دارد هم به صفات مجازی و اجتماعی نام آشنایی ندارد یعنی این گونه هستن وقتی شما آمدین به لحاظ واقعیت و همون مفهوم فلسفه شان شما در که آن مادر یعنی چی و باید ما با مادر خود و همچنان با پدر خود باید چگونه رفتار داشته باشیم در غیر از این صورت نه که فقط صفات مجازی با اینا باشیم با سلامتی همه پدران و مادران یک صلوات محمدی پسند بفرستید با همان فقط روز پدر با همه پدران و همچنان پدران شما عزیزانی که در اینجا حضور دارین از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و امیدوارم که سالهای سال سایه‌شون از سر شما کم نشه
موفق و معید باشین. در آخر هم شما رو به سلامتی